سرنوشت بازداشت شدگان اعتراضات اخیر در ایران. چه فرد یا نهادی مسئول تامین امنیت جان بازداشت شدگان است؟ با نزدیک شدن به پایان اعتراضات اخیر مردم بود که نگرانی ها از سرنوشت بازداشت شدگان این نارامی ها آغاز شد. هفته گذشته بود که محمود صادقی در صفحه توییتر خودش ضمن تایید مرگ یکی از بازداشت شدگان در همون روزهای آغازین به رئیس جمهوری و مقامات قضایی نسبت به جلوگیری از کهریزک دوم هشدار داد. اما مقامات در توجیه مرگ سینا قنبری جوان 22 ساله علت رو خودکشی اعلام کردن. بعد از اون چند نام دیگر هم به لیست کسانی که در بازداشت بود و جون خودشون رو از دست دادن اضافه شد. وحید حیدری در عراق و محسن عادلی در دسفول. البته نسرین ستوده حقوقدان هم هفته گذشته عنوان کرده بود که گفته میشه در زندان اوین دو تن دیگر هم خودکشی کردن، در حالی که به تازگی مقامات قضایی در ایران تنها خودکشی دو تن رو تایید کردن و شاید آخرین مورد تا امروز سارو قهرمانی باشه که بعد از اینکه دو هفته ناپدید شده بود شنبه جنازه ایشون رو به خانواده‌اش تحویل دادن و سریعا هم به خاک سپرده شد. مرگ جوانانی که هیچ توضیحی درباره علت اونها وجود نداره. اما پرسش اینجاست که سرنوشت سایر کسانی که در طول زمان بازداشت جون خودشون رو از دست میدن چه بوده، در کجا نگه داشته شدن، به اونها چی گذشته، چه چیزی باعث مرگ اونها بوده، چرا خانواده این افراد تحت فشار امنیتی قرار میگیرن، ناچارن در سکوت و البته تدابیر امنیتی شدید عزیزانشون رو به خاک بسپارن و مسئول پاسخگویی به این سوالات چه کسیه؟ در حال حاضر هم بسیاری از مردم در بازداشتگاه به سر میبرن، افرادی که در اعتراضات شرکت کردن و که از سرنوشت اونها خبری نیست و کسی نمیدونه که کجا هستن و چه میکنه و هیچ نهادی هم نیست که پاسخگوی خانواده های نگران باشه. افرادی که بازداشت شدن اتهامشون چیه؟ آیا از حقوق قانونی خودشون بهره میبرن؟ امشب در برنامه روی خط ما همراه شما هستیم و از شما میپرسیم که آیا شما موفق به تماس با عضو یا اعضای بازداشت شده خانوادتون دارید؟ اگر شما عضو خانواده یا دوستی دارید که در جریانات اخیر ناپدید شده، تونستید خبری از اونها بگیرید؟ و شهروندان، وظیفه شهروندی در برابر کسانی که بعد از تظاهرات ضد حکومتی بازداشت ناپدید شدن چیه؟ برای اینکه امشب بتونید در برنامه روی خط همراه ما باشین، نیاز دارید که راه‌های ارتباطی رو بدونید که همکارم بهروز برای شما میگه. بله، از شما دعوت میکنیم تا در برنامه روی خط شرکت کنید. میدونید که این برنامه متعلق به شما و نظرات شماست. اما همونطور که افشار گفت، به طور ویژه شمایی که در میان خانواده و دوستانتون کسی رو در بازداشت دارید، از شما دعوت میکنیم امشب حاضر بشید، از آخرین وضعیت بگید. 202-260-7210 شماره تماس ماست. میتونید شماره تماس خودتون رو هم برای ما بفرستید اگر از داخل ایران مشکلی دارید برای تماس گرفتن. ما با شما تماس میگیریم، از طریق اسکایپ همین امکان وجود داره و همینطور پیامگیر اتوماتیک برنامه که میتونید اونجا پیام بذارید. روی خط در فیسبوک، توییتر و اینستاگرام اکانت داره، اونجا هم جاییست برای اینکه بتونید به طریق نوشتاری با ما همراه باشید، کامنت بذارید و حالا که تلگرام هم رفع فیلتر شده، سند وی او ای همچنان یک راه ساده ارتباطی با ماست. کافیه سند وی او ای رو در تلگرام جستجو کنید. از اون طریق هر روز از 10 صبح تا 8 شب فرصت دارید که فایل صوتی و تصویری از خودتون ضبط کنید بفرستید راجع به موضوع برنامه. بعد از اون فقط میشه که نظر بدید یا اینکه احیانا شماره تلفن بفرستید. این به اون معناست که دیگه اگه الان برای ما فایل صوتی بفرستید نمیتونیم پخش کنیم، فقط نظرات کتبی. من بهروز صمدبگی هستم، همراه شما در برنامه روی خط. پیش از اینکه به سراغ تلفن ها بریم، من خدمت بینندگان عزیز بگم امروز مشکل فنی داریم در بخش اسکایپ. عزیزانی که از طریق اسکایپ همراه ما بودن لطف کنن که با
تلفن برنامه تماس بگیرن. بار دیگر شماره رو میگم 202-260-7110 میتونید زنگ بزنید، چون از طریق اسکایپ این امکان امروز موجود نیست. بذاریم به تهران بریم. در بخش اول آقای آزاد همراه ما هستن. آقای آزاد سلام، به برنامه روی خط خوش آمدید. بفهمید که آیا در دوستان، اعضای خانواده یا نزدیکان فردی بوده که بازداشت شده باشه؟ اوضاع به چه صورت بوده؟ خبری دارید؟ آیا موفق به تماس با اونها شدید یا خیر؟ با درود بر شما، خسته نباشید. بله، یکی از دوستان من از همون روزهای اولی که به حساب چیز شد دستگیر شد و هنوز خانوادهش نمیدونن که ایشون کجا هست، هیچون اطلاعی ندارن و خانوادهشون به هر جا مراجعه میکنن جز حرفای نامربوط و این چیزا جوابی نمیشنفن. خب آقای آزاد، تو طول روزهای گذشته چند خبر اومده از مرگ برخی از بازداشت شدگان که بعد اصلاح شد که یک سری از اینا رو گفتن صحت نداره، فقط دو تن رو تایید کردن که البته این تاییدی هم اشاره کردن که حتی به اعتراضات اخیرم ارتباط نداره. این چه فضایی رو درست میکنه؟ آیا باورپذیر هست برای شما به عنوان یک شهروند چنین ادعاهایی؟ نه، همچین چیزی اصلا وجود نداره. رئیس جمهور میاد یه جوری میگه مردم توهین نکنین، فلان نکنین، بسار نکنین، اما از طرف دیگه نگاه میکنی میبینی اصلا رئیس جمهور ته صفحه، انگار که هیچ کاره از کاری از دستش بر نمیاد، انگار تو این مملکت اصلا رئیس جمهور کاره ای نیسته. آزاد، که مملکت اصلا آقای آزاد فکر میکنه الان خب با توجه به اینکه داره خبر میاد از مرگ برخی از افراد، خب به نوعی هم یه جورایی صحبت از پرونده سازی برای جان باختگان وجود داره، مسئول تامین امنیت جان بازداشت شدگان چه کسی؟ چون هستن افرادی که در میان روزهای زیادی که در بازداشت به سمیم بدونین که خبر از اونها باشه. در بله اول قوه قضاییه و زندان ها، اداره زندان ها، این یه چیز واضحه، در همه جای جهان هم این به واضح روشنه که اداره زندان ها و قوه قضاییه مسئول این رسیدگی به این چیز هاست که در درجه اول به خانواده ها اطلاع بدن که مثلا فرزندشون گرفتار شده، فلان شده. اما هیچ در ایران هیچ گونه، فقط تا میتونن مردم رو خط خاشاک و نمیدونم اینجورا صحبت میکنن باشه. ممنونم از شما آقای آزاد از تهران همراه ما بودی. بذاری من به اظهار نظر برخی از نمایندگان و افرادی که خب پیگیر این مباحث هستن اشاره کنم. محمد رضا بادامچی عضو فراکسیون امید در گفتگو با خبرگزاری رویداد 24 اشاره کرده بود به فیلمی که دادستانی از اون صحبت میکرد در ارتباط با خودکشی سینا قنبری، ادعایی که از سوی مقامات قضایی در ایران مطرح شده و البته گفتن که ما خواستار این شدیم که به ما هم اجازه بدن که این فیلم رو ببینیم. و در همین ارتباط 40 تن از نمایندگان هم نامه‌ای رو امضا کردن، 40 نماینده مجلس هم خواستار در واقع تحقیق درباره مرگ بازداشت شدگان بودن که حالا تصاویرش هم اگر داشته باشیم ممنون میشم، که اونها گفتن که با توجه به برخی شواهد و اظهارات بستگان افرادی که جان خودشون رو از دست دادن، یه مقدار این مرگ ها مورد تردید قرار داده و گفتن که امیدواریم که رئیس مجلس در واقع دستور بده که هیئت مستقلی برای بررسی موضوع تشکیل بشه تا درباره علت فوت این افراد و تعیین قصور مقصران تحقیق شود. جالب اینجاست که حالا بحث این که به مردم پاسخگویی نیست یا صحبتایی که زده میشه با شک و ابهامات بسیاری در واقع مطرح است، از سوی دیگر در خبری که امروز اومد در ادامه درخواست نمایندگان مجلس به گزارش آنچه که اعتماد آنلاین نوشته، گفته که درخواست فراکسیون امید برای بازدید از زندان اوین رد شد، یعنی این اجازه به اونها داده نشد. اما در بخش دیگر صحبت‌ها اینه که چرا بسیاری نگرانن. میشه اشاره کرد به اظهار نظر خانم پروانه سلحشوری نماینده تهران که گفتن که هر روز نام جدیدی از کشته شدگان منتشر بشه. من این قسمت باشم که نوشته ایشون رو هم بتونیم ببینیم. گفتن که هر روز نام جدیدی از کشته شدگان منتشر می شود و همین موضوع به شدت ما را نگران کرده است و به همین دلیل ما پیگیر هستیم که هرچه زودتر از زندان ها بازی داشته باشیم. بازداشت چه سیاسی باشد و چه غیر سیاسی، سازمان زندان ها مسئول جان زندانی است و باید پاسخ خوب باشد. اما در بخش دیگری از اظهارات خانم سلحشوری آمده که گفتن که ما آمار دقیق نه، یه بحث دیگه هم هست، همین گنگ بودن آمارها هستش. گفتن که ما آمار دقیقی نداریم، اگر همکاران دیگر اطلاعاتی داشته باشن دست کم من در جریان نیستم. اما نمایندگان اعلام کردن که به پرونده همه کشته شده ها ورود خواهند کرد،
از سینا قنبری گرفته تا بقیه افراد، از جمله سارا قهرمانی، تا دلیل واقعی مرگ اونها مشخص بشه. اینکه مقامات قضایی در ایران علت رو مطرح میکنه، اما هیچ اعتمادی به این اظهارات نیست و شفافیتی وجود نداره که این افراد به چه دلیلی در چه زمانی در چه موقعیتی جون خودشون را دست دادن. بریم بخش کوچکی رو کوتاهی رو ببینیم، برمیگردیم به نظرات کاربران و بعد میریم سراغ تلفن ها. سری جدید فرارو، دوشنبه تا پنجشنبه 12 ظهر به وقت واشنگتن، 8:30 شب به وقت ایران. بله، در همین ابتدای برنامه قبل از اینکه ما یک فایل صوتی از مشهد رو با هم گوش بدیم، توییت دوتا وکیل رو با هم بررسی کنیم، بعد برنامه رو ادامه بدیم. سید علی مجتهدزاده توییت کرده: از سخنان وقیحانه کسانی که جان زندانی بیدفاعی را گرفته و اکنون عنوان می‌دارند اتهام او عضویت در گروه‌های معاند بوده، در شگفت و حیرتم. اوغلای قوم متوجه نمی‌شوند این سخنان ابلهانه عذر بدتر از گناه است. در کجای قانون و شرع زندانبان بر مبنای اتهام حق محاکمه و ستردن جان دارد؟ حسن یونسی هم میگه: مسئولیت مستقیم موضوع سارو قهرمانی متوجه وزارت اطلاعات دولت آقای روحانی و شخص آقای علوی است. لازم است رئیس جمهور حداقل در این موضوع به جای سخنان نغز و امیدبخش قدم عملی برای کشف ماجرا و برخورد عادلانه با مسببین آن داشته باشد. بریم روایت حمید از مشهد رو راجع به همین موضوع بشنویم، برمیگردیم به تلفن ها و افشار. من یکی از دوستان روز چهارشنبه از جلوی در خونهشون ساعت 8 صبح اومدن برداشتنش، بردن 3 نفری. هنوز که هنوز ازش اطلاع نداریم کجای. پدر و مادرش بسیار نگرانن تا همین الان. فقط تنها یه بار زنگ زده گفته من حالم خوبه و دیگه هیچ خبر دیگه ای نداده. حتی نتونسته بگه من کجا هستم، کجا زندانیم، هیچی. یعنی هر چی پدر مادرش هر جا رفتن، جلوی دادگستری رفتن، جلوی اداره اطلاعات رفتن، هر جا رفتن هیچ خبری بهشون ندادن. گفتن ما نمیدونیم کجاییم. بعد فقط گفته شاید پنجشنبه همین هفته دادگاهی ببرنش دادگاه. حالا هنوز معلوم نیست چی کار کرده چی کار نکرده. بله، در این بخش به زاهدان بریم. آقای علی از طریق تلفن همراه ما هستن. روایت های بسیاری هستش که برای ما ارسال شده و بسیاری از خانواده ها که نگران عزیزانشون هستن. آقای علی سلام، به برنامه روی خط خوش آمدید. بفرمایید که آیا شما در دوستان یا اعضای خانواده نزدیکان داشتید افرادی رو که در این روزها بازداشت شده باشه؟ عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما و همه بینندگان عزیزتون. جا داره که تسلیت خدمت همه خانواده هایی که در این ایام که مردم اعتراض کردن و به شهادت رسیدن یه تسلیت عرض کنم. همچنین به حادثه دیدگان کشتی، من یه دوست داشتم که تقریبا 9 دهم دی بود که تو اعتراضات رفته بود و دیگه ناپدید شده بود. دیگه بعدش هم ما ازش خبر نداشتیم، خانوادش هم خیلی نگران این ور اون ور. دیگه تا همین الان هم که من دارم صحبت میکنم هیچ خبری ما ازش نداریم و خانوادش هم هرچی پیگیری کردن هیچ جوابی هم بهش ندادن و متاسفانه اصلا نمیدونیم کجا هست، نه زنگی نه هیچی. خب آقای علی، چه تضمین وجود داره 4 روز دیگر این فرد دوباره به عنوان مثال خدای نکرده یه دفعه بیان به عنوان مثال به خانواده‌اش بگن که جونش رو از دست داد و خودکشی کرده، این مسئول تامین امنیت جان بازداشت شدگان در حوادث اخیر به عهده چه کسیه؟
خب دقیقاً ترس خانواده‌اش هم از همینه، چون دو تا نفری که متأسفانه تو زندان به شهادت رسیدن یه ترس و دلوره تو دل همه خانواده‌هایی که بچه‌هاشون فامیلشون ناپدیدشون تو زندان هست انداخته. دیگه دقیقاً مسئولان قضایی یا حتی خود رئیس جمهور، معاونش، اینا باید رسیدگی کنن. نمایندگان مجلسی که ما بهشون رأی داریم، من فقط امروز یا دیروز شنیدم که میخواستن برن و یه بازدید بکنن که نمیدونم موفق نشدن و هنوز در حال رایزنی هستن، که به نظر من هم اینا همش فرمالیته است. و بدتر از این اینه که متاسفانه آمار دقیقی هم از نه بازداشت شدگان داریم، نه آمار دقیقی از افرادی که تو زندان به شهادت رسیدن داریم. کاش حداقل یه آماری میدادن که ملت از این بلا تکلیفی در بیان و بدونن تکلیفشون چی هستش. و مردم هم نباید اینجوری دست رو دست بذارن و منتظر همچین حادثه هایی باشن، چون دیگه ما دلمون رو نباید به این نماینده ها خوش کنیم. اگه میخواستن کاری بکنن تا الان میکردن. ملت خودشون باید یه فکری بکنن، همونجوری که رفتن جلوی زندان اوین مردم هم باید بهشون بپیوندن، چون این جوونا به خاطر ما، به خاطر آزادی ما رفتن تو خیابونا. البته در ادامه صحبت شما، تعداد نمایندگانی هم که جا داره اشاره کنیم که از 290 نماینده که در مجلس حضور دارن، تنها 40 تن در واقع خواستار رسیدگی به این پرونده ها شدن. ممنون از شما آقای علی از زاهدان که همراه ما بودید. بذارید به اصفهان هم بریم. خانم عاطفه از طریق تلفن همراه ما هستن. خانم عاطفه سلام، به برنامه روی خط خوش آمدید. سلام آقای سیگارچی، خوب هستید؟ منو 9 دی روی 33 پول گرفتن و داشتیم شوهر بدیم با دوستان بودم. بعد دو تا بسیجی، نمیدونم اطلاعاتی بودن یا بسیجی بودن، منو گرفتن و بردن تو کانکس، تهدید میکردن که با اسپری میزنن تو چشات، رمز گوشی تو بده داری فیلم میگیری. بعد منو بردن، اینقدر کتکم زدن، حالا من یه دخترم، خیلی هم جسم و جونم نداشتم، ولی خیلی کتکم زدن. چه ترسی داشتم که حالا منو میبرن چه بلایی سرم میارن. 16 نفر شدیم، ما رو بردن چشامون رو بستن دولت آباد اصفهان، اونجا بردن. بعد چند تا دوستام هم بودن، الان یکی از دوستامو گرفتن که اصلا خطش خاموشه، خبری ازش نیست، مهناز باقری. چند نفر دیگه هم بودن، حتی یه دختری اونجا بود که میگفت منو بگیرن بکشن بهتر از این زندگی که داریم. واقعا نمیدونم مردم ایران دلشون نمیسوزه، مادرها دلشون نمیسوزه واسه اینا. من هر روزی که نگاه میکنم گریم گیره. واقعا وقتی با آدم رفتار میکنن، اون لحظه کسی که من نمیدونم چی کشیدم، چقدر التماس کردم که منو نفرستن. بعد من دیگه نمیدونم خدا کمکم کرد، چون میگفتن اگه تو صدای آمریکا یا شبکه‌های مجازی باشی، آمد نیوز، اگه اونجا باشی میزن یا گوشیتون رو نگاه میکنن. بعد من دیگه گوشیمو که بهم دادن، گوشیمو پاک کردم کامل، تلگرام، اینستا، همه چیزمو پاک کردم. ولی اون عاطفه که... الان این روایتی که برای شما اتفاق افتاده در طی این مدت، یا نهادی هست که شما به عنوان یک شهروند بابت برخوردی که با شما شده، چون به هر حال حتی اگر شما جرمی هم مرتکب شده باشین قانونا باید برید دادگاهی بشید، دادگاه برای شما تصمیم بگیره، توی این مدت بر اساس این روایتی که برای ما الان تعریف کردید، آیا به نهادی هم بوده که برید شکایت کنید رسیدگی بشه؟ آقای سیگارچی، اینقدر آدمو میترسونن. خب اونجایی که بودیم فقط میگفتن شما چرا به روحانی رأی دادین. ببین، یعنی فقط انداخته بودن گردن روحانی که چرا خودتون خواستین به روحانی رأی بدین. حالا اگه عاطفه، اگه خوردن آزادت کردیم، میرین میگی که مثلا کتکت زدیم. گفتم اینجا که کاری به من نداشتن، ولی اونجا اون دوتا آقا منو خیلی کتک زدن. یعنی انگار یه جانی بودم، یه قاتل بودم. بعدم گفتم آقا ما گشنه ایم، ما هیچی نداریم، از دست بدیم، بگیرم بکشنم، برام مهم نیست، ولی بخوام بزنم این کارا رو بکنم سخته، واقعا سخته. هر روز بشینیم، ما اصلا دیگه حساب نداریم، هر روز بشینیم ببینیم سناریو گرفتن به دیگه اعدام کردن. برای چی؟ و مردم میخوان چی کار کنن؟ دیگه تهش چیه؟ دیگه گشنگی بهمون دادن، چی نداریم به قرآن. ممنون از شما خانم عاطفه، سپاسگزارم که همراه ما بودید. روایت دردناک بود که از خانم عاطفه از اصفهان شنیدیم. بریم سری بزنیم به نظرات کاربران در شبکه‌های اجتماعی با برمی‌گردیم. بله، من باز یک توییت براتون بخونم، این دفعه از رضا قاضی نوری. میگه بعد از هزار بار تکرار، یک موضوع دیگه باید برای هممون روشن شده باشه. کشته شدن معترضین در زندان‌ها اشتباه چند مأمور و سهل‌انگاری سیستم نیست. سیاست سیستم مبنی بر شکنجه و
بدرفتاری با معترضین تا حد مرگ. و کاربری به نام پرشن بانو هم میگه جریان ندا رو دارن باز تکرار میکنن، کشته شدن مردم توسط مردم. اجهی گفته در مجموع حدود 25 نفر از مردم و نیروهای خودی کشته شدن که تیراندازی از سلاح نیروهای خودی نبوده است. و عیسی سرخیز در واکنش به این حرفای آقای اجهی میگه خیلی فرق است بین دروغگو و کذاب. تکذیب‌های سال 88 یادتون هست، هم مال ایشون هم مال رفیق گرماوه و گلستان اجهی سعید مرتضوی. خیلی ها این قضیه در واقع تکذیب ها رو با سال 88 مقایسه کردن. حالا اگر فرصت باشه ما هم بهش باز خواهیم پرداخت. برگردیم به تلفن ها و افشار. بله، به تهران بریم. آقای امینی از طریق تلفن همراه ما هستن. آقای امینی سلام، به برنامه روی خط خوش آمدی، بشنویم صحبت های شما. سلام جناب سیارچی، خسته نباشید. سپاسگزارم. جناب سیارچی، اینجور که بوش داره میاد مثل اینکه کریزک دومی تو باغ اینا آدم های گرسنه رو دارن یکی یکی میکشن. مثلا اون سارو قهرمانی رو که دیدین فقط جنازهش رو تعبیر، اونم تازه تعبیر نمیدادن، تهدید کردن که اگه با رسانه‌های خارجی صحبت کنی جنازتون هم تعبیر نمیگیری. مثل اینکه دوباره کریزک دومی تو راه. یکی از دوستان من که دو روز پیش آزاد شد اینو به قدری زدن، اینو انقدر زدن، اصلا آقای سیاشی اصلا مادرش الان نمیشناسه، نمیدونم چی تذبیت کردن به ایشون. بعد یه برگه ای هم مثل این که جلوتون میذاره، مثلا باید اونو امضا کنه که مثلا بگی من معتادم. خود دوستم داشت میگفت، میگفت یه برگه ای جلوت میذارن امضا میکنی که باید بگی من معتاد هستم. بعد یه ماده ای هم تزریق میکنه، واقعا اصلا ایشون الان هیچیو نمیشناسه، منو نمیشناسه. باورتون میشه آقای سیاچی؟ بله، مرسی از شما. آقای امینی روایتی رو به نقل از یکی از دوستانشون که گفته میشه در بازداشت بوده نقل کردن. البته اینکه چقدر این مباحث درست هست رو ما نمیتونیم تایید یا تکذیب کنیم. نکته من جا داره اشاره بکنم، به هر حال مشاهده و شنیدهای آقای امینی بود. از تهران به تهران مجدد بریم. آقای فرهاد هم از طریق تلفن همراه ما هستن. آقای فرهاد سلام، به برنامه روی خط خوش آمدید، بشنویم صحبت های شما رو در این ارتباط. درود بر شما آقای سیگارچی. سپاس. آقای سیگارچی، یکی از دوستان منو به همین اعتراضات گرفته بودن که الان یه 4-5 روزی است که ایشون از بازداشت برگشته و همون روزی که این دوست ما دستگیر شد تماس گرفت با خود من و برادرشون که کنار من ایستاده بودن و گفتن که ما رو بردن فلان جا و ما رفتیم به آدرسی که داد سوئید رو رسیدیم، ماشینش رو در خیابونای اطراف پارک کرده بود، گرفتیم سوئیدش رو ماشین رو بردیم و عرضم به حضورت که الان هم چند روزی هست که از بازداشت آزاد شدم و گفت خبری نبود تو بازداشت، فقط ما رو اونجا نگه داشتن و یه تعهدی گرفتن و بحث زد و خورد و چکنده و اینا اصلا در کار نبود، اینجوری که این دوست ما میگفت. بعد و خیلی گفت اصلا کاری به کار ما نداشتن. و واقعا وقتی من مقایسه میکنم طبق شنیدهایی که از پدر و مادرم و از دوستانی که بالاخره بودن تو اون زمان شنیدم، میگه خیلی اینجوری که دین دوست ما تعریف میکرد، میگفت که خیلی واقعا بهتر از زمان پهلوی که شما دارید شبکتون علنا حمایتش میکنید. آقای فراد، تمام تلاشتون از این مقدمه چینی ها بود که به اینجا خط بشین. در هر زندانی، در هر جای دنیا، در هر دوره اگر شکنجه وجود داشته باشه محکومه و هیچ جای صحبتی در موردش نیست، هیچ جای دفاعی هم براش باقی نمیمونه. ولی چقدر خوبه که الان که جوانهای مردم هر روز یه اسم جدید داده میشه یه مقدار انسانی به این داستان و این اتفاقات نگاه کنیم و دنبال در واقع حداقل حفظ جون جوانهای مردم باشیم که در حال حاضر مشخص نیست که در زندانهای ایران چه اتفاقی برای اونها رخ میده. اما به نیمه برنامه رسیدیم، بریم بخش کوچک کوتاهی رو ببینیم با هم و برمیگردیم در ادامه برنامه همراه شما خواهیم.
بله، البته بحث سرنوشت بازداشت‌شدگان به یک سو، در این اتفاقات گفته میشه که 25 تن هم در طی روزهای گذشته کشته شدن که حالا فعلا صحبت خاصی در ارتباط با اونها نیست. اما سخنگوی قوه قضایی آقای اژه‌ای امروز در 123مین نشست خبری قوه قضایی اظهاراتی داشتن در همه ارتباط که اشاره کردن که من دوباره بیام اینور که تصویر باشن، گفتن در مجموع 25 نفر از مردم نیروهای خودی در خیابان کشته شدن که کشته شدنشان به واسطه تیر و اسلحه نیروی انتظامی نبوده. بعدم گفته که 2 نفر پدر و پسری در خودرو با ماشین آتش نشانی کشته شدن که در این خصوص پرونده تشکیل شده، برخی با سلاح سرد و برخی با سلاح گرم کشته شدن و این هم مشکوکه. و اشاره کردن که دشمن این بار هم مانند فتنه 88 قصد کشته سازی داره. حالا اینکه این ادعا در شاید در واقع مطرح میشه که فیلم های بسیاری هست، حالا اگر نیاز بود ما در طول برنامه به این فیلم هم اشاره میکنیم. و از طرف دیگه یک فیلم هم بود از زیر گرفتن مردم که اینجا خب همه چی گنگ مطرح شده. هفته پیش هم آقای باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح هم در همین ارتباط در مورد 25 تنی که در اعتراض اخیر کشته شدن اظهار نظر کرده که این فیلم این رو هم با هم ببینیم. هفته گذشته و دوره اخیر حتی یک مورد ما نداشتیم که یکی از نیروهای نیروی انتظامی یا سپاه یا بسیج با اسلحه به خیابان آمده باشه. این برابر دستورالعمل‌های ستاد کل ممنوع هست و هیچ کس با اسلحه تو خیابان نمیاد و ما حد اکثر تحمل رو کردیم در این ماجرا و هیچ اتفاقی از این جهت نداشتیم. کشته هایی که اتفاق افتاده عمدتاً مشکوک هست، عمدتاً با تیراندازی های از پشت سر و از مناطق نامشخص اتفاق افتاده و در دست بررسی است. بله، این اظهارات از سوی مقامات در ایران مطرح میشه. 25 تن جون خودشون رو از دست دادن، یه سری هم در زندان هستن، نه معلومه کجا هستن، یه سریشون ناپدید شدن، یه سری جونشون رو از دست دادن. این روایت اینچنین جوابهایی رو حداقل برای ایرانی هایی که 88 رو مثلا حوادث پس از انتخابات 88 رو به یاد داشته باشن چیز تازه‌ای نیست. به عنوان مثال یه ویدیو بود که ماشین نیروی انتظامی روی مردم رد میشد. یه 6 7 ثانیه از این ویدیو رو ببینیم. اینها دیگه ویدئوه، دیگه به هر حال چیزایی که موجوده در اینترنت در هر جای سرچ کنی مشخصا هست. بذارید مثلا اون چه که آقای باقری همین روز هفته پیش جواب داد در مورد کشته شده ها، همین یه اظهارات مشابهی رو هم 8 سال پیش آقای رادان در پاسخ به این در واقع مرگ برخی از معترضان داده بود. ببینید چقدر شبیه هستن این اظهار نظر رو. دسته متاسفانه چند نفر هم کشته شدن که یکی از اونها فردی بود که در بین افراد از پل به پایین سقوط کرد. علت این حادثه در دست بررسی است. 2 نفر توسط یک خودرو و در یک سانحه تصادف کشته شدند که با اطلاعی که مردم دادن حادثه برای شناسایی اتومبیل و راننده توسط پلیس در دست پیگیری هست و بنا به اخبار رسیده 1 نفر هم با گلوله کشته شده که با توجه به عدم استفاده سلاح از توسط پلیس این حادثه کاملا مشکوک به نظر میرسه. بله، 88 مشکوک بود، برای 96 هم مشکوک بود. این بررسی هایی که قرار انجام بشه نه 88 پاسخی داشت نه مشخص شد که جوان های مردم توسط چه گروهی در واقع کشته شد، با اینکه فیلم های بسیاری منتشر به عنوان مستند وجود داشت. امسال هم همین پاسخ ها داده شد، تا الان 25 نفر خودشون میگن در خیابون مردن و یه سری هم که در بازداشت هستن مشخص است. برگردیم به تلفن ها. خانم هستی از تهران از طریق تلفن امره ما هستن. خانم هستی سلام، به برنامه روی خط خوش آمدید، بشنم این صحبت های شما رو. سلام به شما آقای افشار و مردم عزیز. هستی فرانی هستم، از تهران زنگ میزنم. برادر خود من که در این تظاهرات شرکت کرده بود بازداشت شد، الان همچنان در بازداشتگاه هست.
آزادش نمیکنن، ما هم پیگیریشیم، اما مادر خانوادم خیلی میترسیم که اعدامش کنن. من فقط از دولت‌های خارج از ایران، آمریکا میخوام که هر چه زودتر، ما که این خیلی نگران هستیم، خودتون هم میدید الان صدا من از استرس میخوام گریه کنم پشت تلفن، تو رو خدا کمک کنن. نمیدونم هر چی از دستشون میاد واسه این تمام بازداشتگاه هایی که زندانی شدن، کمک کنن تا اینا از زندان در بیان. تو رو خدا جوان های ایران دارن پرپر میشن، تو رو خدا دستتون در نکنه. از شما هم خیلی ممنونم که به فکر ما ایرانی ها هستین، دستتون در نکنه. بله ممنونم. شما خانم هستی از تهران، صحبت های خانم هستی رو شنیدین در ارتباط با بازداشت برادرشون. بذارین دنگای داشته باشیم نظرات کاربران و بعد می‌گیم به تلفن ها که خطام بسیار شلوغ. بهروز. بله افشار از مواضع محسنی اژه‌ای گفت و مقایسهش با سال 88. چند تا توییت در همین زمینه با هم بخونیم. مرتضی کاظمیان میگه محسنی اژه‌ای گفته یک نفر در کلانتری، یک نفر در دستشویی اوین خودکشی کرده و هر دو تا هم معتاد بودن. تیرهای شلیک شده هم از اسلحه نیروی انتظامی نبوده. یک، از نگاه دستگاه قضایی معتاد انسان نیست، چرا خودکشی کردن؟ دو، پس تیرها از اسلحه بسیج و سپاه و نیروهای امنیتی بوده؟ مهسا امرآبادی هم حسن روحانی رو خطاب قرار داده، گفته آقای رئیس جمهور به جای تاکتیک حرف نقض قابل تیت کردن توضیح بده برای جلوگیری از کشتار چه کردی و چگونه پیگیری خواهی کرد. و توییت آخر در این بخش مربوط به تارا سپهری‌فر میگه در فضای بعد از انتخابات 88 در مجلس هشتم کمیته حقیقت‌یابی تشکیل شد که سعید مرتضوی رو در مرگ سه زندانی کهریزک مسئول دانسته بود. در حوادث اخیر 25 نفر کشته شدند که 3 نفر در بازداشت بودند. آقای عارف، فراکسیون امید، نمایندگان مجلس، شما چطور برای تشکیل کمیته احساس وظیفه نمی‌کنید؟ دو سه نفر لباس شخصی با یه ماشین سمند سفید کنار ما وایستاد. همون هنگ که من دیدم ماشینو شروع کردن به دویدن، دست رفیق منو گرفتن و سوار ماشین کردن. از اون روز که بردنش دیگه خبری ازش نداریم و هرچی خانوادش مراجعه کردن به نیروی انتظامی و سپاه و اطلاعات، کسی اظهار اطلاع نکرده که گفتم ما خبر نداریم از جای این. و اینکه خانوادش واقعا الان تحت فشارن، مادرش خیلی اوضاع بدی داره. امیدوارم که خیلی واضح و روشن بیان حداقل اعلام کنن که کدوم ارگان بازداشتش کرده، کی بوده. بله به ایران بریم. آقای محمد از طریق تلفن همراه ما هستن. آقای محمد سلام، به برنامه روی خط خوش آمدید، بشنویم صحبت شما رو در این ارتباط. درود بر شما، من هم سلام میکنم خدمت بینندگان گرامی. واقعا جای تاسف داره که رژیم داره با جوانای ملت این کار میکنه. معلوم نیست چند هزار نفر دستگیر کردن و صداش در نمیاد. من خیلی جالبه که به خانواده آقای سارو قهرمانی هم اجازه مصاحبه نمیدن. من دیدم که آقای جوامردی هم خبرنگار صدا و سیما گفته بود تلفن ها رو قطع کردن بر خانواده ایشون که حتی اجازه آقای محمد در برنامه روی خط شرکت کردین در ارتباط با اینکه اگر در دوستان یا اعضای خانواده اگر فردی رو دارید که در طی روزهای اخیر بازداشت شده، ما روایت شما و صحبت های شما رو میشنویم. بله بله، من هم گفتم یکی از پشت ایر گفتم من یکی از فامیل های دوستم بازداشت شده، ولی مسئله سارو قهرمانی رو مطرح کردم که واقعا الان تو فضای مجازی داغ شده. اون بنده خودم فامیل های دوست ما رو گرفتن، اصلا معلوم نیست خانواده‌اش اطلاع ندارن. شما آقای محمد باور دارید این بحثی که مطرح میشه که این افرادی که جونشون در بازداشت از دست میدن افرادی هستن که به نوعی خودکشی کردن یا کشته شده های اخیر رو در واقع کشته سازی دشمن مینامن؟ بله آقای سیگارتی، اگه اجازه بدید من راجع به سارو قهرمانی دفاع کنم، از این بنده خدایی که کشته شده و خانوادهش اجازه نمیدن مصاحبه کنن و تلفن‌ها رو قطع کردن. تو سنند من تقاضا دارم اگه تو سنند کردی تلفن داره تلفن برسونه به آقای به خانواده های سارو قهرمانی که اینا بتونن یک مصاحبه کنن. من حتی دیدم که برخی گفتن که با بی بی سی اینا مصاحبه کردن که فکر کنم اونم جعل باشه چون تلفن‌ها قطع. آقای جوامردی هم گفته آقای محمد با شما بذارید خدافظی کنم. خیلی از
پخش و پلا صحبت میکنید، یه مقدار صحبتتون واقعا نمیشه متوجه شد، چون هی به آقای جوانمردی اشاره میکنید، در مورد خانواده سارا صحبت میکنید، در مورد شبکه بی بی سی صحبت میکنید. ما در مورد این برنامه رو گذاشتیم تو ایران که اجازه نمیدید خانواده بازداشت شده حداقل صحبت کن، حداقل از این فرصت درست استفاده کن. اگر لیست تلفن ها رو من داشته باشم بتونم به خط بعدی برم اگر داشته باشم. آقای خزایی از تهران از طریق تلفن هم به ما هستن. آقای خزایی سلام، بفرمایید روی خط هستید. با سلام و درود بر شما و همه بینندگانتون. جا داره اینجا من عرض تسلیت بگم به همه خانواده‌هایی که تو این مراسم کشته شدن و کشته شدن این 32 نفر دریا عرض ماگی در اونجا به خانواده اینا تسلیت میگم. خدمتتون عرض کنم که جناب آقای سیگارچی، یکی پسر از دوستان من، پسر دوست من رو گرفتن الان 14-15 روزه و خانوادهش خیلی نگرانن و به هر دری میزنن نمیتونن کاری پیش ببرن و این مشکلی هستش که برای خیلی امثال اینا. اما اگه اجازه بدید من یه توصیه دارم برای آقای روحانی، اگه اجازه بدید اینو مطرح بکنم. بفهمید. خدمتتون عرض کنم، میخوام بگم آقای روحانی، شما که خودتون تقریبا نفر دوم در جایگاهی مملکت هستید، شما که خودتون الان بارها اعلام میکنید که به صدا و سیما اینا ندارید و این جز دروغ چیزی دیگه به مردم نمیگه و خودتون دیدید که مردم را جناح مقابل به هش و خاشاک به گاب و گوساله، معذرت میخوام از مردم، این جمله رو دوباره تکرار میکنیم، به آشغال تعبیر میکنن. بعد چرا استفاده میدیم؟ چرا شما اینکه میگید نمیتونیم، سلا دست اوناست، نمیذارن من کار بکنم، پولا رو میبرن، 200,000 میلیارد اینو میبرن اونجا جایی دیگه خرج میکنن و دست ما نیستین بوجه، بعد چرا استفاده میدید؟ ها مردم بابا والا بلا مردم از گرسنگی دارن فلجی میشن. حالا آقای خزایی بذاری یه سوالی هم خدمتتون بپرسیم. در طی این روزها که مقامات قضایی دارن واکنششون میدن در مورد این در واقع جانباختگان اخیر و افرادی که در بازداشتشون از دست دادن، خب تا اینجایی که ما همش میبینیم نه بینندگان نه مردم در ایران این خبرها و این ادعا رو باور میکنن، نه به سایر اون برخی از نمایندگانی که حالا میخوان برن از نزدیک ببینن چه خبره، اوضاع واقعا به چه صورت هم اجازه داده نمیشه. در چنین سیستمی واقعا حقیقت رو چطوری میشه فهمید و سرنوشت اون افرادی که در حال حاضر در بازداشت هستن واقعا چی میشه؟ جناب آقای سیگارچی، ایشون که رئیس دولت ما قبولش نداره، من چجوری قبول داشته باشم؟ ایشون که رئیس دولت قبول نداره این صحبتهای اینا را، من اگه خیلی دورتر هستم چجوری قبول داشته باشم؟ خانواده های بازداشتگاهی که دارن میبرن اینا را میکشن، جنازه هاشون را تحویلش را میدن، اینا چجوری قبول داشته باشن که میگن آقا اینا معتادن؟ ما دیگه چیزی نداریم، چیزی دیگه باقی نذاشتن. من فقط خواهشتم اینه که ایشون داره استعفا بده که مردم حداقل یه مقداری بدونن که آقا ایشون حداقل ایشون 1% از حرفاش راست میگفته. سپاسگزاریم از شما آقای خزایی، ممنون از شما. از تهران صحبت های آقای خزایی رو شنیدیم. بریم سری بزنیم به بهروز مجدد که برای این بخش ببینیم بهروز چی بود. بله، من در این بخش هم دو تا توییت براتون بخونم. آقای خزایی میگفتش که آقای روحانی مسئوله و درخواستشون بود که استعفا بدن. حسین رونقی هم نوشته آقای رئیس جمهور، کاش پیش از آزادسازی تلگرام دستور آزادسازی بازداشت شدگان و پیدا کردن مفقود شدگان و مجازات عاملان مرگ شهروندان عزیز ایران را میدادید. مردم راه عبور از سد فیلترینگ را پیدا کردند، اما پدران و مادران این سرزمین هنوز دنبال ردی از فرزندانشان هستند. و فرشته قاضی روزنامه نگار هم توییتی کرده که خب در تقابل با ادعایی است که یکی از بیننده ها مطرح کرد، البته هم تو کفشاگو واسه ما نفهمیدیم چی می‌خواستن بگنشون، اما فرشته قاضی میگه من امروز با پدر سارو قهرمانی حرف زدم، او و خانواده‌اش تحت فشارهای امنیتی شدید هستند، وضعیت عادی ندارند و به احترام دل داغدیده پدر و مادر سارو قهرمانی ویدیوهای کذایی صدا و سیما را بازنشر نکنید. حالا یه فایل صوتی دیگه هم داریم ما، منتها اونو در بخش بعد پخش میکنیم براتون. بریم یه تنفس کوتاه داشته باشیم، برگردیم دیگه به انتهای برنامه داریم نزدیک میشیم.
بله به اصفهان بریم. آقای کیوان از طریق تلفن همراه ما هستن. آقای کیوان سلام، به برنامه روی خط خوش آمدید، بشنویم صحبت شما رو در این ارتباط. درود بر شما، از برنامه‌تونم میبینم خیلی برنامه خوبیه، تشکر میکنم. دستتونم درد نکنه که برنامه میذارید و از حقوق مردم ایران صحبت میکنید. دوست عزیز، متاسفانه در ایران مردم ایران آزادی آنچنانی ندارن و با همیشه با ترس و وحشت میان تماس میگیرن با شبکه‌های ماهواره‌ای و حرفای دل خودشونو میزنن. متاسفانه الان اگر شما در ایران بوده باشید میفهمید که در ایران چه خفقانی هستش. انقدر این جمهوری اسلامی مقبولیتش از دست داده. من خواهر خودم، همشیره خودم یکی از زندانیانی هستش که هنوز آزاد نشده، تو اصفهان هستش. متاسفانه اینها برای اینکه برای خودشون اقبال جلب بکنن و مردم رو به سمت خودشون جلب بکنن، چون مردم ایران دیگه با اینا نیستن، متوسل شدن به این عرب ها، متوسل شدن به این لبنانی ها، متوسل شدن به این روسیه و چین، توی تظاهرات میان را میندازن برای دفاع از نظام. این آدمایی که میان از نظام دفاع میکنن یا چینی هستن یا روسی هستن یا عربای لبنان هستن، اینا اکثرا هویت ایرانی ندارن. حالا آقای کیوان، اگر بیایم تو بحث موضوع برنامه، چه تضمینی وجود داره که خانوادهایی که عزیزانشون در بازداشت به سر میبرن شکنجه نشن یا خودکشی نشن یا موارد مشابه؟ متاسفانه همین آقای سارو قهرمانی هم که متاسفانه ایشون رو به شهادت رسوندن، میگن ایشون کموله بوده، با تفنگ کشتنش رو نمیدونن ایشون اومده که. آقای کیوان، من اینو از شما پرسیدم به دلیل اینکه گفتید خواهر خودتونم در بازداشت مثل اینکه به سر میبرن، چون میخواستم تجربه شخصی شما رو بشنویم. شما به کجا رفتید؟ به کجا نهادها سر زدین؟ پاسخشون چه بوده؟ آخرین خبری که از خواهرتون داریم به چه صورته؟ متاسفانه ما رفتیم اونجا، برخوردی بسیار بدی کردن، حتی در زندانشون هم رفتیم، دادگستری رفتیم، نمیدونم این وزارت اطلاعات، دفتر نماز امام جمعه، هر کجا رفتیم متاسفانه ما یک جواب درست حسابی از این کثافت‌ها نگرفتیم. آخه دلم خونه، من دردمو به کی بگم؟ یک عده متاسفانه لاشخور میان برای دفاع. آقای کیوان اگر بشه از یه سری عبارات استفاده نکنیم من شما ممنون میشم، لطفا. خدا ببخشید، من اعصابم یه خورده خوبه، بعد متاسفانه ناراحت هستم به خاطر این مشکلاتی که پیش اومده. خیلی از مردم ایران عذرخواهی میکنم. متاسفانه بعضی ها هستن تو ایران میان تو این تظاهرات شرکت میکنن در دفاع از نظام. آخه شما به خدا قسم اگه برید نزدیک این کسایی که تظاهرات دارن میکنن، اینا یا چینی هن. مرسی آقای کیوان، عذر میخوام از شما، من با شما خداحافظی میکنم، خیلی از موضوعی دور میشه. امیدواریم که در مورد حداقل اعضای خانوادهتون، خواهرتون رو که شکایت، امیدواریم بیشتر در مورد ایشون میتونید از این وقت استفاده کنید. بریم به شبکه‌های اجتماعی با سر بزنیم، دوباره برمیگردیم به تلفن بهرام. من پیام حمیدرضا در تلگرام رو بخونم که از طریق سند وی او ای به دست ما رسونده. حمیدرضا درخواستش اینه که بازرسان بین‌المللی در زندان‌ها و بازداشتگاه‌های ایران حضور پیدا کنن و این احتمال رو داده که تعداد بیشتری رو به قول معروف بکشن و اعلام بشه که خودکشی بوده یا چیزی مثل این. افشار توضیح داد همین الان نماینده های مجلس نمیتونن برن داخل زندان و گزارش بگیرن، حالا چه برسه بازرسای بین المللی. قبل از اینکه آخرین فایل صوتی رو بشنویم، من یه توییت دیگه هم براتون بخونم. کاربری به نام شلدون به طعنه و طنز اینجوری نوشته، میگه بازداشتی های اعتراضات اخیر دو دسته هستن، یا زندن یا معتاد مواد فروش دیپلمه عضو پژاک که بازداشتشون هم هیچ ربطی به اعتراضات اخیر نداشته. بریم آخرین فایل صوتی رو بشنویم و بعد دیگه تلفن ها. ما مسئولیت سنگینی در قبال آنها داریم، چرا که آنها جان خود را بر کف دست خود قرار دادن و به خیابان ها ریختن و تظاهرات کردن و ما در قبال تک تک آنها مسئول هستیم که از آنها حمایت کنیم و نادیده نگیریم. بله به تلفن ها برگردیم. آقای صابر از کردستان همراه من هستن. آقای صابر سلام، به برنامه روی خط خوش آمدید. سلام علیکم.
بنده صابر قهرمانی از شهرستان سنندج، همانطور که در پشت ایر اعلام کردم، از خانواده مرحوم عزیز سارو قهرمانی هستم. الان در کنار خانواده این عزیز در خانه عمو محمد هم هستم که عزادار هستن و از ملت ایران تشکر فراوان دارن بابت اینکه این روزها بسیار پیگیر بودن و نگران وضعیت خانواده بودن. و اینها اصلا در حال حاضر بنده یک فرهنگی هستم با 20 سال سابقه، آمدم ایران سلی گرفتم و خدمتشون اومدم که میخواستن با شما صداشون رو برسونن و پیغامشون رو هم به شما و هم ملت ایران اگه اجازه بدین. آقای محمد قهرمانی هرچن عزادار هستن، البته فارسیشون هم خیلی خوب نیست، ولی اجازه بدید میخوان صحبتی کنن. بفرمایید. عمو محمد قهرمانی عذر میخوام، صدا رو من متوجه نمیشم. آقای صابر، من عذر میخوام. شما مثلا که اون فایل صوتی که مربوط به همون چیزی که صدا و سیما پخش کرده، و به هر حال ما از این ویدیوهای اعترافهای اجباری از سوی صدا و سیما رو زیاد دیدیم، ولی خب اینکه چرا چنین کاری دارید انجام میدید واقعا متوجه نمیشیم، چون به هر حال جوانهای مردم که در زندانهای ایران دارن جونشون از دست میدن، آنهایی هم که در خیابان جانشون از دست دادن پاسخگویی وجود نداره که به دست چه کسی چطور کشته شدن. از طرفی هم اجازه در واقع حتی برگزاری مراسم خاکسپاری درست و آزادانه رو به خانواده ها نمیدیم، و این حجم گسترده از سرکوب و تدابیر شدید امنیتی برمیش برای چی هستش؟ به هر حال یک جای کار میلنگه احتمالاً. بذارید به آمریکا برگردیم. خانم رها از طریق تلفن امروز ما هستش. خانم رها، در سیستمی که چنین عدم شفافیت وجود داره و هیچ فردی نظر هیچ نهادی رو نمیتونه بپذیره و باور کنه، مردم چطور میتونن حمایت کنن از سایر شهروندان که در بازداشت به سر میبرن؟ مردم میتونن 60-70 میلیون بریزن خیابون، اون مامورا تخمین میزنن میبینن جلوی این جمعیت نمیتونن بمونن. من از این پاسدارا و بسیجی ها میخوام بپرسم، آیا این جوانانی که این همه مشکل دارن، اینا نمیتونن بیان ابراز بکنن توی خیابون؟ اینا رو میگیرین، این جوانای مظلوم ما رو، دستتون زورتون به اینا میرسه. خامنه ای ولی اینا حق ندارن بیان خیابون. خامنه ای حق داره میلیاردها دلار پولشون رو بده به سوریه، به یمن، مردم اونجا رو بکشه. کسی که باید شکنجه بشه خامنه ای، لاریجانی ها، ظریف، روحانی، اینا باید شکنجه بشن. ممنون از شما. مفتخرای انگل اجتماع. ممنون از شما خانم رها، سپاسگزاریم. نظر خانم رها رو شنیدیم. یه بار دیگه خیلی کوتاه فقط به بروز سر بزنید، بعد من برگردم با تلفن بروز. فرصت کوتاه، من فقط یه پیام از تلگرام بخونم براتون. از رامسر منطقه کتالم گفتن که دو نفر از هم‌محلی‌هاشون رو بازداشت کردن از ظهر 18 دی و هر چقدر هم که پیگیری کردن خانواده تا حالا هیچ اطلاعی ندارن و گفته میشه که منتقل شدن به زندان اوین تهران. خیلی خانواده ها الان چنین وضعیتی دارن. به عراق بریم. آقای محمد علی از طریق تلفن همراه ما هستن. آقای محمد علی سلام، بفهمید اگر نظری در این ارتباط دارید میشنویم، و اینکه آیا برای شما به اون شهروندی اظهاراتی که مقامات قضایی در ایران دارن در مورد کشته شدگان یا قابل باور هست؟ سلام، وقت بخیر عرض می‌کنم خدمت شما و بینندگان عزیز. ببینید ما چه بپسندیم چه نپسندیم، این واقعیت غیر قابل کتمانی وجود داره، و اون این هست که در مورد رفتارهای دستگاه قضایی جمهوری اسلامی و احیانا بعض رفتاری‌هایی که روایت میشه در همین برنامه، ما نمونه‌هاشو بسیار شنیدیم. اون چیزی که میتونم بگم که مخرج مشترک همه این صحبت ها هست اینه که مقایسه میکنن با ساواک و شکنجهگاه های پهلوی. الان واقعا آقای محمد، شما میخواید پیرو و همون بیننده اول که در مورد این مسئله صحبت کرد صحبت کنین؟ نه آقای سیگارچی، در دوره شاه آقای محمد علی بود؟ آقای سیگارچی، اگر بود بد بود، میتونیم در مورد امروز صحبت کنیم؟ من نمیخوام از شما، من مثل شما اینو رد نمیکنم. من رد نکردم، من میگم اگر بود بد بود، در مورد امروز میتونیم صحبت کنیم؟ حتما همینطوره. 40 سال پیش مردم ما میگفتن ما شاه رو نمیخوایم چون امریکا ازش دفاع میکنه. آقای محمد علی اومدید وقت برنامه رو بگیری، بذار یه چیزی رو بهتون بگم. اگر در دوره پهلوی هم بود، تفکر معتقد به حکومت، تفکر جمهوری اسلامی انقلاب کرد که نباشه. پس اگر آنچه که امروز هست
همچون اون چیزی که شما دارید میگید در دوره پهلوی هم بود، پس چرا انقلاب کردن مردم؟ با توجه به اینکه از دوره انقلاب تا به امروز مردم بسیاری چیزهای دیگر داشتن که امروز اونها رو ندارن. خیلی هست که واقعا تو وقت برنامه نمی گنجه و به هر حال حالا با این تماسی که شما داشتید علی که وقت یک نفر گرفته شد و به پایان برنامه رسیدیم. البته بذارید ما در این بخش بریم به بخش پایانی و مهمترین های شبکه‌های اجتماعی با همکارم بهروز. روز گذشته بالاخره از سوی مقامات ایران تایید شد که همه سرنشینان نفتکش سانچی جان خودشون رو از دست دادن و این نفتکش به طور کامل غرق شده. 30 تن از 32 سرنشین نفتکش سانچی ایرانی بودند. بریم بخشی از بازتابه در شبکه اجتماعی توییتر رو با هم ببینیم. خیلی ها به اصل تصادف مشکوکم، مثل مهرزاد که نوشته مگه دریای به اون عظمت سرا سلفچگانه که دوتا کشتی به همین راحتی به هم برخورد کنن. از صدا سیما هم بابت پوشش کم و دیرهنگام حادثه خیلی انتقاد شده. شهرام رفیزاده نوشته چقدر تبلیغ برای تعیین دیرهنگام مسئول حل بحران نفتکش سانچی، چقدر سکوت رسانه‌ای. صدا سیما با بودجه 1500 میلیارد تومانی نماز رئیسی را پخش زنده می‌کند، وضعیت دریانوردان را از زیرنویس باید دنبال کرد. چقدر خانواده دریانوردان التماس کردن و دروغ شنیدن. چرا جان ایرانی بی ارزش شده در خشکی، در دریا، در همه جا. مسعود باستانی هم خطاب به وزیر امور خارجه ایران توییت کرده آقای ظریف نمیدانم تا چه وقت از طعم موفقیت در عملیات یارگیری بین المللی برای مهار تصمیم خروج از برجام شیرین کام هستید، اما باید به اطلاع برسانم که تعلل و ضعف بخش آسیایی دستگاه دیپلماسی در حادثه نفتکش سانچی و جان باختن دریانوردان کام هموطنان را تلخ کرده است. علی ربیعی وزیر کار هم که این روزها حضور رسانه‌ای پررنگی داشت مورد انتقاد بسیاری بود. از جمله مرجان لقایی نوشت اشتباه آنجا بود که ربیعی واقعیت را روز اول به خانواده دریانوردان نگفت. او که میدانست آنها جان باختند، چرا گفت دریانوردان در موتورخانه احتمالاً زنده‌اند؟ مرگ دریانوردان حادثه بود، اما پنهان کردن واقعیت نه. حالا چرا وزیر کار به جای وزیر نفت پیگیر ماجرا بود؟ دلیلش رو از زبان محمد عدلی بخونیم. اینکه چرا از وزیر نفت خبری نیست و علی ربیعی پرونده را پیگیری می‌کند، به خاطر اینه که 66% از سهام بزرگترین شرکت نفتکش جهان در سال 1388 به سازمان تأمین اجتماعی و صندوق بازنشستگی زیر نظر وزارت کار واگذار شد. در نهایت هم توییت ژیلا بنی یعقوب که میگه درباره نفتکش سانچی تا آخرین لحظه امید داشتیم در موتورخانه زنده‌اند، در پلاسکو هم همین امید را داشتیم. مردمی هستیم که درباره همه چیز خودمون را تا آخرین لحظه دلداری می‌دهیم. این امید سودی هم دارد وقتی که قرار است استخوان‌هایمان بسوزد، تا استخوان‌هایمان بسوزد. برنامه امروز به پایان رسید، اما سرنوشت بازداشت شدگان محبوس در زندان‌های ایران کماکان نامشخص. روی خط رو در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید، به خصوص سند وی او ای در تلگرام. بعد البته موضوعات پیشنهادیتون رو برای ما ارسال کنید. خیلی ممنون از همراهی شما. وقت بخیر و خدا نگهدار. شب و روزگار خوش. این صدای آمریکاست.